سرخط خبرها. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. انتشار پیام محرمانه رهبر ایران به مجلس بعد از جنجال گران شدن بنزین. آیت الله خامنه ای هشدار داده بود که نمایندگان تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشند. نامه کشورهای اروپایی برجام به دبیر کل سازمان ملل. آلمان، فرانسه و بریتانیا میگویند برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه شورای امنیت است. لغو مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای با فشار وزارت اطلاعات. کانون نویسندگان ایران میگوید برگزار کنندگان تهدید شدند. و اعتراض و اعتصاب سراسری در فرانسه، معترضان با طرح دولت برای تغییر برنامه بازنشستگی مخالفند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. سه هفته بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، هشدار محرمانه رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس منتشر شده. در این پیام آیت الله خامنه ای از نمایندگان خواسته بود به مخالفتشان با افزایش شدید قیمت بنزین پایان دهند. نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر رهبر ایران نوشته با گسترش نارامی در شهرها، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت این طرح اجرا شود، با این استدلال که عقب نشینی از این موضع باعث تشدید نارامی خواهد شد. اما رئیس مجلس نتوانست نمایندگان ناراضی را قانع کند، به همین دلیل از آیت الله خامنه ای کمک خواسته شد. این موضوع در خبرهای بیشتر در این باره در گزارش فرین ناصمی. تصویری از اعتراض ها در اصفهان جلوی مدرسه علمیه شهید طباطبایی نژاد 26 آبان ماه، اعتراض هایی که بعد از گران شدن بنزین شروع شد و سراسر ایران را فرا گرفت. حالا سه هفته بعد از آن زمان، نشریه خط حزب الله در تازه ترین شماره خود پیام محرمانه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس درباره گران شدن قیمت بنزین را منتشر کرده. او این پیام را دو روز بعد از افزایش قیمت بنزین برای نمایندگان فرستاده و علی لاریجانی رئیس مجلس هم آن را در جلسه غیرعلنی خوانده. لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هر گونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس و در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. نمایندگانی که بعد از تصویب طرح افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه خواستار لغو این طرح شده بودند، بعد از نامه آیت الله خامنه ای حرفشان را پس گرفتند. با این حال آیت الله خامنه ای همان روز گفت در زمینه اقتصادی صاحب نظر نیست، اما از تصمیم سران سه قوه حمایت می کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. یک روز بعد از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از پخش اعتراف‌های تلویزیونی معترضان بازداشت شده صحبت کردند، خبرگزاری فارس ویدیویی از به گفته این خبرگزاری لیدرهای عملیاتی و راهبردی معترضان منتشر کرده. به نظر می‌رسد با اینکه آقای خامنه‌ای دیروز خواستار رأفت اسلامی با بازداشت شدگان و خانواده کشته شدگان شده بود، همزمان حکومت از پرونده‌سازی برای معترضان غافل نمانده. هنوز از تعداد کشته شدگان و وضعیت آنها گزارشی رسمی منتشر نشده. بعد از وصل شدن اینترنت در شهرهای مختلف در روزهای گذشته، ویدیوهایی از اعتراضهای اخیر در این شهرها به دست بی بی سی فارسی رسیده. از جمله این ویدیو در لنجان اصفهان. سیستان و بلوچستان آخرین استانی بود که بعد از اعتراض‌های سراسری به اینترنت متصل شد. جواد سالارزهی، مدیر کل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان خبر داده اینترنت موبایل در این استان وصل شده.
دولت قطع اینترنت در این استان را به اعتراضات اخیر بی ربط دانسته و گفته بود به دلایل امنیتی اینترنت را در این استان قطع کرده. فرین آسمی، بی بی سی. درباره دستور آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس گفتگو داشتم با قاسم شله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین شیراز در مجلس ایران، و از او پرسیدم چنین دستورهایی بر جایگاه قوه مقننه چه تأثیر می‌گذارد. اختیارات و وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی احصا شده، فقط 11 مورد هست و هیچ کدوم از این موارد اجازه نمیده به رهبر که در کار تقنین، در کار مجلس دخالت بکنه. حتی اون چیزی هم که به عنوان حکم حکومتی مطرح شده در قانون اساسی مطلقاً وجود خارجی نداره. ما چیزی به عنوان حکم حکومتی در قانون اساسی نداریم. و اینی که اعلام شده که از تصمیمات سران سقوه حمایت میشه، سران سقوه در قانون اساسی هیچ نهاد حکومتی که صلاحیت اتخاذ تصمیم داشته باشند ندارند و خود مجلس البته اختیاراتی داره که اختیارات مجلس هم حتی محدود هست طبق اصل 4 قانون اساسی و اصل 72 قانون اساسی. در واقع مجلس در همه جای دنیا دو کار داره، دو وظیفه داره، یک قانون گذاری و دو نظارت. در ایران مجلس ما از هر دوی این به طور اصولی محروم است، برای که در قانون گذاری به ذات نمیتونه قانون گذاری بکنه، برای که محدودیت های شرعی داره و باید در چارچوب موازین شرع باشه، و در نظارت هم حتی خود نمایندگان پیشنهاد کرده بودن که نهادهای تحت مدیریت و به اصطلاح ریاست آقای خامنه ای رو حتی نتوانن که تحقیق و تفحص کنن، یعنی خودشون اختیارات خودشون در این مورد هم کاهش دادن. آقای شله‌سعدی، موضوع این است که الان انتخابات اسفند ماه پیش روست، چنین اتفاقاتی چه تأثیری میگذاره بر جایگاه مردم، جایگاه مجلس بین مردم؟ خب ببینید، موقعی که مجلس فشل داریم که البته علتش هم علاوه بر ساختار نظام و ساختار قدرت مربوط به قانون نظارت استصوابی هم می شود که من پارسال رفتم جلو مجلس و اعلان کردم که پرچم مبارزه با این قانون رو که اجازه نمیده در مجلس و در دولت افراد صالح، افراد در واقع مقتدر، شجاع حضور پیدا بکنند و یک مشت افرادی که وابسته هستند و تسلیم هستند وارد شده. ما الان نه یک مجلس قویی داریم، نه یک دولت قویی داریم. منم که رفتم با این قانون بعد مبارزه کنم که گرفتم بردنم زندان، 6 سالم حبس دادم بعدش. خلاصه این وضع نشون میده که مجلس عملا تبدیل شده به یک شیر بیال و دو اشکم که هیچ خاصیتی نداره، و در نتیجه من پیشبینیم این است که به ویژه با توجه به این که مردم دیگه از اصلاح طلبا هم بیزار شدن، در این انتخابات آینده استقبال از مردم از حضور در پای صندوق های رای به حد اقل ممکن برسه. قاسم شله‌سعدی بود، حقوقدان و نماینده پیشین شیراز در مجلس ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از شاهزاده رضا پهلوی برای تماس دلجویانش تشکر کرده. آقای بختیاری در صفحه اینستاگرامش از تماس و ابراز همدردی آقای پهلوی تشکر کرده. به نوشته او، تماس آقای پهلوی او و خانواده‌اش را سرافراز و دلگرم کرده. پویا بختیاری در جریان اعتراض‌های اخیر ایران جان باخته. گفته شده پویا از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بوده. کشورهای اروپایی عضو برجام گفتند بخشی از برنامه موشکی ایران مغایر مصوبه شورای امنیت است. نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه مشترکی به دبیر کل سازمان ملل گفتند اقدامات ایران برای ساخت موشک‌های بالستیک قادر به حمله کلاهک هسته‌ای مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت است. این نامه حدود 2 هفته پیش نوشته شده اما تازه در دسترس قرار گرفته. از حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی، پرسیدم پیامد اقدام 3 کشور اروپایی برای ایران چیست؟ هدف به هر حال تشدید
فشار به ایران هست، سختگیری هست. کشورهای اروپایی در گذشته در این مورد خاص در ارتباط با برنامه موشکی ایران با آمریکا تا حدی همگام بودند، گرچه آمریکا به دنبال به طور کلی قطع برنامه موشکی است. ولی اون چرا که مشخص هست اینی که کارشناسان به هر حال حتی غربی هم وقتی که این ویژگی های کارایی موشک‌های آزمایش شده ایران رو بررسی کردند، طرحش رو بررسی کردند، مثلا نیروی بالا برندش، اندازه اون بخشی که بار مفید رو حمل می‌کنه، دماغه و خصوصیات دیگر، به این نتیجه رسیدند که موشک شهاب 3 و خرمشهر از نوع موشک‌هایی است که می‌تونه کلاهک هسته‌ای حمل بکنه. و این رو داریم ما در یعنی به نحوی داریم بیان میکنیم در حالی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره و نساخته. و پیامد این نامه به نظر شما برای ایران چیه؟ پیامدش اینه که اگر سازمان ملل به این نتیجه برسه و در گزارش خودش بگه که بله ایران ناهماهنگی داره با اجرای قطعنامه 2231، فشار بر ایران بیشتر خواهد شد. هدف اروپایی‌ها اینه که ایران فعالیت‌های موشکی خودش رو محدود بکنه، بردش رو محدود بکنه، ولی هدف آمریکا اینه که اون محدودیت‌های موشکی که برای ایران اومده بعد از سال 2020 تمدید بشه. به عبارت دیگر ایران حق فروش خرید تسلیحات رو نداره، نمیتونه تانک و هواپیما و بالگرد تهاجمی بخره و قطعات یدکی نمیتونه تهیه بکنه و نمیتونه آموزش‌های فنی و خدمات مربوط با همین تأمین یا فروش تسلیحات ارائه بده. حسین آریان بود، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایران در عراق یک انبار موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایجاد کرده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا نوشته ایران با استفاده از هرج و مرج در عراق این زرادخانه را مخفیانه برپا کرده و هدفش اعمال قدرت و هراس افکنی در خاورمیانه است. به گفته آنها این زرادخانه نیروها و متحدان آمریکا در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان را تهدید می‌کند. همکارم نفیسه کوهنورد اینجا در استودیو با ما است در این باره بیشتر صحبت کنیم. نفیسه، در مورد این زرادخانه بیشتر بهمون بگو. آیا قبلا هیچ صحبتی در موردش نشده بود؟ ناجی، در مورد اینکه ایران داشت موشک میفرستاد به نیروهای در حقیقت تحت حمایت خودش در عراق، این چیز تازه‌ای نیست. نکته جالب در این گزارش جدید اینه که ایران از حتی ظاهراً از اعتراض های عراق استفاده کرده، اعتراض هایی که در اون شعارهای ضد ایران هم شنیده میشه، و از همین وضعیت استفاده کرده برای اینکه تعداد بیشتری موشک مشخصا بفرسته و اونجا انبار بکنه. اما از زمانی که جنگ علیه داعش شروع شده بود ما این خبر رو داشتیم میشنیدیم که ایران داره موشک میفرسته، اما صحبت این بود که هنوز انقدر حتی این نیروهای تحت حمایتش تعلیم ندیدن برای استفاده از اینها و همچنین موشک انداز نفرستاده. ولی به مرور موشک انداز هم به داخل ایران به داخل عراق فرستاد و گزارش اومد از این که در اطراف بغداد، در شمال، در شرق بغداد و در شمال کربلا ایران نه تنها موشک فرستاده که داره تعلیم میده یک سری از نیروها رو برای ساخت موشک و هدایت این موشک ها از داخل خاک عراق که این موشک ها کوتاه برد بودن تا الان هم فعلا کوتاه برده. اما صحبت از این بود که ممکنه تکنولوژی ساخت موشک میان برد رو هم حتی در اختیار نیروهای تحت حمایتش قرار بده. در نتیجه اینکه ایران در اونجا چنین فعالیتی میکرده هست و حتی میدونیم که در چند مدت گذشته اسرائیل یا حداقل از طرف ایران و این نیروها به عنوان اسرائیل شناخته شده، معلوم نیست از طرف آمریکا هم ممکنه باشه، که بعضی از مخازن و انبارهای سلاح ایران رو در این مناطق داخل خود خاک عراق هم هدف قرار داده، که نشون میده که ایران فعالیتش رو بالا برده برای
انبار کردن این. ولی آیا هیچ شواهدی در دست هست اینطور که رسانه ها مدعی میشن که ایران بخواد از این زرادخانه استفاده بکنه برای حمله به دیگر کشورها؟ همین دو شب پیش بود که 5 راکت به پایگاه عین الاسد در انبار که یکی از مهمترین پایگاه های عراق که نیروهای آمریکایی در اون حضور گسترده دارن و عملا بخش بزرگی از این پایگاه هوایی در کنترل نیروهای آمریکایی و ائتلافه، گرچه خسارتی به جا نگذاشته بود و هنوز هم نیروهای ائتلاف نگفتن که این حمله از طرف کیه، اما منابعی که من باهاشون صحبت کردم معتقدن که این حمله از طرف نیروهای تحت حمایت ایران از دقیقاً از منطقه بغدادی که نزدیک بین مرز سوریه و انبار هست اتفاق افتاده، انجام شده. و تازه این هم تازه نیست، برای اینکه از اول همین امسال اگر بشماریم تقریبا میشه گفت 11 مورد از این حملات بوده، اما این حملات بیشتر به نظر میاد برای یعنی بخوام به صورت ساده بگم برای اعصاب خرد کردن و اینکه به هر حال یک تشویش ایجاد بکنن در این نیروهای آمریکایی مستقر در زمین و اینکه هشدار بدن که ممکنه دفعه بعدی حمله گسترده تر باشه و تا الان برای همین استفاده کردن، ولی هیچ نشانه‌ای وجود نداشته که این حمله ها به قصد ایجاد خسارت جانی یا حتی مالی برای نیروهای ائتلاف و مشخصا نیروهای آمریکایی تا الان بوده باشه و بیشتر برای این بوده که به هر حال به نظر هشدار و اینکه همونطور که گفتم اعصاب خرد کنه. متشکرم ازت نفیسه هنرورد اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 3 هفته بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، هشدار محرمانه رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس درباره افزایش شدید قیمت بنزین منتشر شده و در این پیام از آنها خواسته بود با افزایش قیمت بنزین که مصوبه سران سه قوه بود مخالفت نکنند. کشورهای اروپایی عضو برجام در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل می‌گویند فعالیت مشترک ایران مغایر مصوبه شورای امنیت است. در ادامه برنامه، ایمنسازی میلیون ها کودک پاکستانی در برابر حسبه با استفاده از یک واکسن جدید. کانون نویسندگان ایران گفته در پی تماس وزارت اطلاعات ناچار به لغو مراسم گرامی داشت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از نویسندگان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شده. در جریان این قتل‌ها در سال 1377 چندین روشنفکر و فعال سیاسی منتقد حکومت توسط عوامل وزارت اطلاعات کشته شدند. بیشتر کانون نویسندگان در بیانیه خبر داده بود قصد دارد مراسم گرامی داشت مختاری و پوینده را روز جمعه این هفته در گورستان امامزاده طاهر کرج برگزار کنند. در اطلاعیه روابط عمومی کانون نویسندگان آمده از وزارت اطلاعات با چند نفر از اعضای هیئت دبیران کانون تماس گرفتند و هشدار دادند که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد. ساعتی پیش از علی اکبر معصوم‌بگی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران پرسیدم آیا مقام‌های جمهوری اسلامی دلیلی برای جلوگیری از برگزاری این مراسم اعلام کردند؟ هیچ دلیلی ذکر نمی کنند، میگن به صلاح نیست این کارو بکنید. همیشه این کلمه به صلاح نیست در واقع گفته میشه. اگر شما بخواهید که چرا به صلاح نیست، لحن تندتر میشه و بعد هم گفته خواهد شد که ما به شدت هرچه تمامتر برخورد میکنیم. یعنی این چیزیست که به طور معمول در واقع گفته میشه، هیچ علتی نمیشمرن، حتی نمیگن موقعیت خاصیه، موقعیت ویژه، مطلقا چنین چیزی نیست. حتی وقتی که مجامع عمومی رو میخواستن تعطیل کنن و مانع میشدن و نمیگذاشتن برگزارشه، بارها از وزارت اطلاعات با خود بنده با دوستان دیگر تماس میگرفتن و میگفتن به صلاح نیست. تازه این در زمانی بود که یه مدار میخواستن نرمتر صحبت کنن. الان که به حال ما زیر سایه این کشتارهای بزرگ هفته آخر آوان هستیم و طبیعتاً لحنشون به قول خودشون خیلی اشدایی و تندتره.
با توجه به این موضوع الان برنامه شما برای برگزاری چنین مراسمی چیه؟ ببینید واقعیت قضیه اینه که ما هر سال بنامون اینه که برویم بر مزار یاران از دست رفتمون، در اونجا با اونها تجدید پیمان کنیم، این رو بگیم، اعلام کنیم، به حکومت هم اعلام کنیم که ما هرگز از دادخواهی دست نخواهیم کشید، ما هرگز از آرمان آزادی، از آرمان آزادی بیان، آزادی بیهیش حصر و استثنای بیان، از آزادی بیقید و شرط سیاسی و اجتماعی در نخواهیم گذشت. امسال هم بر همین روال، سالهای پیش در این سالیان اخیر، هر سالی که رفتیم در 3-4 سال اخیر درهای گورستان رو بستند، حتی کلاس‌های قرآن‌خوانی خودشون رو تعطیل کردن که حتی یک یا دو نفر ما راه پیدا نکنن به گورستان. ما به هر حال برنامه‌های خودمون رو داریم، سال پیش هم اینطور شد، یعنی وقتی که این امکان رو پیدا نکردیم در جای جمع شدیم، جمعیت بلنسو گسترده ای هم اومد، جمع شدیم و به اصطلاح سخنرانی هامون در اونجا در واقع ایراد کردیم. اما این مطلقا به این معنا نیست، مطلقا به این معنا نیستش که ما سال بعد باز نخواهیم بریم، سال بعدتر نخواهیم بریم. ما هر سال میخواهیم بریم اونجا و اعلام کنیم که ما زنده ایم، زنده خواهیم موند. کانون نویسندگان ایران مدافع آزادی بیانه و هرگز از دادخواهی دست نخواهد کشید. گفتگویی بود با علی اکبر معصوم‌بهی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران. مسیح علی نژاد از مدیران کارزار چهارشنبه های سفید برای مبارزه با حجاب اجباری گفته از رهبر ایران، قوه قضاییه و سپاه پاسداران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده. به گفته او این شکایت به خاطر دستگیری برادر و تهدید و ارعاب مادرش مطرح شده. خانم علی نژاد گفته به دلیل اینکه دستشان به هیچ جا بند نیست و عدالتی در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد، شکایتش را در واشنگتن ثبت کرده. در اعتراض به طرح دولت فرانسه برای همسانسازی برنامه بازنشستگی، تظاهرات گسترده‌ای در این کشور به راه افتاده. اعتصاب‌ها باعث توقف حرکت قطارهای شهری و بین شهری شده. صدها پرواز زمینگیر شده و پیشبینی شده حدود نیمی از معلمان فرانسوی کارشان را متوقف کنند. قرار است دولت سن بازنشستگی میلیون‌ها نفر را بیش از 62 سال افزایش دهد یا حقوق بازنشستگیشان را کمتر کند. اینها هم تصویر زنده هست از همین حالا در ادامه این اعتراض‌ها که گویا در بعضی از مناطق به خشونت کشیده شده در پاریس. بهمن خدادادی فعال سیاسی در پاریس با ما هستند تا از مشاهداتشون به ما بگند. شما امروز در تظاهرات حضور داشتید، از وضعیتون جا بهمون بگید آقای خدادادی. بله، سلام میکنم خدمت شما. تظاهرات بسیار بزرگی بود امروز به خاطر اینکه بخشای مهم و بخشای مختلف کارگری و غیر کارگری در این تظاهرات حضور داشتند و یک همگرایی جنبشی خیلی خوبی بود. به همین خاطر نه تنها در پاریس، در شهرهای مختلف حدود در 250 شهر تظاهرات شکل گرفته و با جمعیت‌های زیادی روبرو بودیم. البته اینجا باید که بله بفرمایید، فقط این تظاهرات مربوط به سن بازنشستگی یا قانون جدیدی که اینها قصد دارن برای بازنشستگان اجرا کنن نیست، بلکه یک کلی و یک عدم حمایت از دولت فعلی هم هست. میدونیم که مدت هاست در فرانسه اعتراض ها، مخصوصا اعتراض های منصوب به جلیق زرد ها که معمولا آخر هفته ها این اعتراض ها رو به شکل تظاهرات مطرح میکنن در خیابان های شهرهای مختلف فرانسه ادامه داره. این چه ربطی میتونه داشته باشه به اون اعتراض ها؟ بله، این امروز نقطه حساسی است در تاریخ مبارزات یک سال گذشته در فرانسه، به خاطر اینکه جلیق زرد ها و اتحادیه کارگری با هم متحد شدن و با هم به خیابان آمدن. تا قبل از این هر کس جداگانه به خیابان می رفت،
ولی امروز روز همگرایی همه این جنبش هاست و به همین خاطر است که جمعیت های زیادی در شهر مختلف حضور دارن. گفتید که این یک نه کلی هست به دولت فرانسه. معترضان اگر بخواید فهرستوار بگید چه خواسته هایی دارند؟ ببینید بعد دید که دولت آقای مکرون دولت قابل دولتی نبود که انتخاب شده باشه از طرف همه فرانسوی ها. توی یک شرایط خاصی که راست افراطی نزدیک به قدرت گرفتن بود، فرانسوی ها رأی دادن به تنها نماینده‌ای که در برابر او حضور داشت، در برابر راست افراطی حضور داشت. برابر این دولت آقای مکرون نمایندگی نمی‌کنه کلیت جامعه فرانسه رو، با 18% از آرایشون رئیس جمهور شد. برابر این وقتی شما یک دولت ضعیفی داری که مورد اجماع همگان نیست، باید هر رفرمی که میخواید انجام بدید با بخشایی که اولین کسایی هستن که شامل اون رفرم میشن، اینجا بخشای قدرت اصطلاح کارگری یا بازنشستگان، باید با اونا وارد دیالوگ بشید تا به یک توافق برسید. آقای مکرون این کارو نمیکنه، دولت ایشون این کارو نمیکنه. اینا تصمیم گرفتن رفرم رو هفته آینده به مجلس بفرستن و از الان است که کارگرها اعتصاب کردن و مخالفت خودشون رو به اصطلاح به این دولت میگن. این دولت از اونجایی که دولت منتخب مردم نیست، همواره تو این چند سال با مخالفت‌های شدیدی روبرو بوده. ممنونم از شما بهمن خدادادی، فعال سیاسی از پاریس. پزشکانی که به تولید یک واکسن جدید برای حسبه کمک کردند میگویند این واکسن به خوبی کار میکند. آن را به طور آزمایشی در نپال استفاده کرده و دیدند که باعث کاهش موارد ابتلا به این بیماری باکتریایی میشود. حالا قرار است این واکسن را برای 9 میلیون نفر در پاکستان به کار ببرند، جایی که حسبه در برابر آنتی بیوتیکا بسیار مقاوم شده. فرگوس والش گزارش میدهد. ایمن و کارآمد به این واکسن جدید حسبه در پاکستان نیاز فوری هست. دانش آموزان کراچی جزو میلیون ها کودکی هستند که واکسینه می شوند. آنها به این واکسن نیاز دارند چون زمانی که به حسبه مبتلا شوند تنها یک نوع آنتی بیوتیک هست که جواب می دهد. اگر آن هم اثر نکند آمار مرگ و میر به شدت بالا می رود. حسبه یک بیماری باکتریایی به شدت مصری است که سالانه تا 20 میلیون نفر را مبتلا می کند. عمدتاً در مناطق فقیرنشین قربانی می‌گیرد به خاطر ضعف بهداشت و آب آشامیدنی آلوده. تب طولانی، دلدرد و اسهال از علائم این بیماری هستند. سالانه 160 هزار نفر بر اثر این بیماری می‌میرند. از این واکسن در نپال استفاده آزمایشی کردند و دیدند که 80% موارد ابتلا را کاهش داده. امیدوارند که در پاکستان هم نتایج مشابهی به دست بیاید. این اولین نوع واکسن حسبه است که از 9 ماهگی میتوان آن را به بچه ها داد. این واکسن جدید را طی 10 سال در آکسفورد ساختند. اولین آزمایش آن را 6 سال پیش فیلمبرداری کردیم. بعد از تزریق واکسن این داوطلبان باید یک محلول آلوده به باکتری حسبه را می نوشیدند. آزمایشی حیاتی برای بررسی کارآمدی این واکسن. این از خودگذشتگی حالا جان انسان ها را نجات می دهد. حسبه تنها انسانها را بیمار می کند و هدف این است که در بلند مدت این بیماری را از بین ببرند. بیماری که هزاران سال موجب مرگ و بدبختی شده. فرگوس والش، بی بی سی نیوز. می رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.